سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی، برنامه هندیمن رو میبینید. در برنامه امروز میخوایم با هم در مورد سوختگی چشم یا همون برق‌زدگی در اثر جوشکاری صحبت بکنیم. قبل اینکه برنامه رو شروع کنم ازتون خواهش میکنم که برای حمایت از ما کانال پرشین هندیمن رو دنبال بفرمایید. لطفا تا آخر برنامه با من همراه باشید. هر منبع نوری که اشعه مابرا بنفش تولید بکنه به قرنیه چشم ما میتونه آسیب شدید برسونه. حالا این منبع نوری میتونه نور خورشید باشه، نور جوشکاری باشه، یا نور فلاش دوربین عکاسی باشه، یا حتی انعکاس نور خورشید در آب یا در آینه باشه. سوختگی یا برق گرفتگی چشم مثل علائم داره که الان خدمتتون عرض میکنم. مهمترینش همون قرمز شدن یا پرخونی چشم است. تشایعه دومش درد چشم است. این درد میتونه از خفیف تا شدید باشه. علامت دیگه‌اش حساسیت به نور هستش، اینکه شما در جای پرنور یا حتی نور اتاقتون هم دیگه نمیتونید تحمل بکنید. علامت چهارمی که معمولا شایع هست اینه که شما احساس میکنید که یه جسم خارجی داخل چشمتون هست، انگار که یه پلیسه رفته داخل چشمتون، اما در واقع چیزی داخل چشمتون نیست. قبل اینکه در مورد درمان‌های پزشکی و خانگی سوختگی یا هم برق‌زدگی چشم هم صحبت بکنیم، دو تا نکته خیلی مهم میخوام خدمتتون عرض کنم، نکاتی که جای دیگه گفته نشده. اولین مورد ارتباط نحوه جوشکاری شما با میزان آسیب دیدگی چشم شما است. یعنی میزان آمپری که شما هنگام جوشکاری انتخاب میکنید و اندر فاصله که به نوک الکترودتون تا صد کارتون میدید در میزان نوری که هنگام جوشکاری ایجاد میشه بسیار مؤثر است. و هرچقدر این نور شدیدتر باشه چشمتون بیشتر آسیب میبینه. شما هرچقدر آمپراژ بیشتری انتخاب بکنید قوس الکتریکی شدیدتر ایجاد میشه و همینطور اگه نوک الکترود رو بیشتر فاصله بدین باز هم قوس الکتریکی طولش بیشتر میشه و نور بیشتری رو ایجاد میکنه و همون نور بیشتر باعث آسیب دیدگی شدیدتری هم خواهد شد. نکته بسیار مهم دیگه که در مورد این قضیه هست در مورد شرایط محیط جوشکاریتون است. یعنی اینکه شما در طول روز و زیر نور آفتاب جوشکاری بکنید یا اینکه در شب و در یک اتاق تاریک. اگر در زیر نور خورشید جوشکاری بکنید و اگر یک لحظه به نور جوشکاریتون نگاه بکنید احتمال قوی مشکلی برای چشمتون پیش نخواهد اومد. اما اگر در شب و در یک اتاق تاریک جوشکاری بکنید، حتی اگر یک لحظه اون نور جوشکاری رو ببینید، مطمئناً آسیب شدیدی به چشمتون وارد میکنه. اینها مواردی هستش که باید دقت بکنید تا آسیب کمتری به چشمتون وارد میشه. همینطور نکات ایمنی که من در جلسات قبل خدمتتون گفتم، استفاده از عینک های ایمنی و همینطور استفاده از ماسک های ایمنی. دونو درمان خانگی و درمان پزشکی برای رفع سوختگی چشم وجود داره. درمان‌های پزشکی یعنی داروهایی که از شما داروخونه باید تهیه بکنید همه باید زیر نظر پزشک باشه، اما من اینا رو براتون اونجا معرفی میکنم و بعد هم در مورد درمان‌های خانگی با هم صحبت میکنیم. اما چه زمانی ما باید به پزشک مراجعه کنیم؟ بعد از سوختگی چشم، اگر متوجه شدید که میزان بیناییتون تغییر کرده یا دچار تاریکی دید شدید، حتما باید به پزشک مراجعه کنید. پزشک سه داروهایی بهتون میده، مثل قطره نفازولین برای کاهش قرمزی چشمتون، آنتیبیوتیک بهتون میده برای اینکه چشمتون دچار عفونت نشه یا اگر دچار عفونت شده بهبود پیدا بکنه، و همینطور قطره استروئید برای کاهش التهاب چشمتون. نکته بسیار مهمی که من خدمتتون عرض کنم این قضیه است که بعد هر بار برق زدگی چشم یا سوختگی چشمتون یک لایه رویی از قرنیه تخریب میشه و بعد از چندین بار این اتفاق اگر بیفته مشکلات حادی مثل آب مروارید خدای نکرده پیش میاد. پس ایمنی چشمتون حتما جدی بگیرید. دوستان گرامی، میخوایم با هم در مورد درمانهای خانگی صحبت بکنیم. اولین درمانی که من بهتون توصیه میکنم و تقریبا مهمترین و مؤثرترین درمان هست، همون لحظه که چشمتون دچار سوختگی یا برق گرفتگی شد، یعنی دارین جوشکاری میکنین و برق جوش یا نور جوشکاری با چشمتون برخورد میکنه، همون لحظه باید جوشکاری رو قطع بکنید و برید چشمتون رو با میزان زیادی آب خنک یا آب سرد شستشو بدید. این تایم رو میگن تایم طلایی. شما اگر همون لحظه که چشمتون رو برق گرفت همون لحظه به چشمتون شستشو بدید، مطمئنا شب که رفتید خونه خیلی از مشکلات رو تحمل نخواهید کرد و خیلی از مشکلات پیش نمیاد. به هر صورت شما نتونستید جوشکاریتون رو قطع کنید، به کارتون ادامه دادید و شب رفتید خونه دچار قرمزی و درد چشم بودید. حالا باید چیکار کرد؟ یک سری درمان ها هست که اینجا خدمتتون عرض میکنم. خب اولین و ساده‌ترین درمان شستشو با آب سرد و استفاده از یه حوله آب سرد به صورت کمپرس روی چشمانتون بذارید. روش دومی که میخواید منتون عرض کنم استفاده از گلاب یا شیر هست. گلاب و شیر خاصیت ضد التهابی دارن
و میتونن میزان سوزش و درد رو کم کنن. به این صورت عمل میکنید که پنبه تمیز رو به گلاب یا به شیر آغشته میکنید و چشمتون یه مقدار باهاش ماساژ میدید یا اینکه بر روی چشمتون میذارین تا 5 دقیقه بمونه. روش دیگه که ما خدمتتون معرفی کنم استفاده از سیب زمینی هست. خیلی جا مطمئنن بهتون توصیه کردن که از سیب زمینی استفاده بکنید. اگر مشکلتون خیلی حاد نباشه، سیب زمینی میتونه در حد یک معجزه بهتون کمک بکنه. به این صورت میتونید عمل بکنید که سیب زمینی رو حلقه حلقه یا رنده بکنید، داخل فریزر بذارید، چند دقیقه بمونه، البته یخ نباید بزنه ولی خنک بشه، بعد بیارید بیرون، یک تنظیف رو به صورت نواری باز بکنید، حلقه‌های سیب زمینی یا سیب زمینی رنده شده رو لای تنظیف بذارید و روی چشمتون حالت کمپرس بذارید بمونه. کمپرسی که با سیب زمینی درست کردید و هر 10 دقیقه تعویض می‌کنید. روش دیگه‌ای که اکثرا توصیه می‌کنن استفاده از خیاره. خیار رو باید به صورت حلقه حلقه کنید، بذارید داخل یخچال تا خنک بشه و روی چشمانتون بذارید. اینم هر 10 دقیقه یک بار باید تکرار بشه. یک روش دیگه ای که معمولا توصیه میشه استفاده از چای هست. به این صورت عمل میکنید که چای کیسه ای رو قیس میکنید، میذارید داخل یخچال قشنگ خنک بشه، روی چشماتون میذارید. حتما فراموش نکنید که هر 10 دقیقه یک بار باید این چای خنک تعویض بشه تا بتونه اثر خودش رو نشون بده. نکته دیگه که هست اینه که شما بهتره که از چای سبز کیسه ای استفاده بکنید، چون چای سبز اکسیدان بسیار زیادی داره و بیشتر کمک میکنه. روش دیگه که من خدمتتون معرفی کنم استفاده از کمپرس یخه. یخو بگیرید، خرد بکنید، داخل کیسه فریزر بذارید و برای چشمتون بذارید بمونه. اینم میتونه به مقدار زیادی کمک بکنه. روش‌های دیگه ای هم توصیه شده، مثل استفاده از موز، استفاده از آلوورا و همینطور استفاده از روغن بادام. به این صورت عمل باید بکنید که موز رو به صورت پوره در بیارید و بر روی پشت پلکتون بمالید، چند دقیقه بمونه. اینم باید چند بار تکرار بکنید. برای استفاده از روغن بادام هم دستتون رو میشورید و یه مقدار از روغن بادام رو بر روی پشت پلک و بر روی زیر چشم ماساژ میدید. دوستان گرامی، آخرین نکته که میخوام باهاتون در میون بذارم در مورد پیشگیری این داستان است، یعنی استفاده از وسایل ایمنی، استفاده از عینک ایمنی و همینطور ماسک جوشکاری تا به مشکل سوختگی یا برق زدگی چشم دچار نشید. چون اگر خدای نکرده دچار بشید، شب که رفتید خونه علاوه بر این که قرمزی چشم و پرخونی رو باید تحمل بکنید، احتمالاً درد خیلی شدیدی هم باید تحمل بکنید. همینطور این که تا چندین روز به نور حساس هستی، حتی به نوری که داخل خونم هست حساس میشید و داخل خونم باید از عینک دودی استفاده بکنید. برای رفع درد میتونید از داروهای ساده ضد درد مثل استامینوفن یا استامینوفن کدوئین استفاده کنید. در حالت عادی باید مشکل سوختگی چشمتون و دردی که همراهش هست همراه با قرمزی بین 24 الی 48 ساعت از بین بره. اما اگه در موارد شدیدتر باشه امکان داره که تا چندین روز ادامه پیدا بکنه تا این مشکل حل بشه. اکثر دوستان سوال میکنن که چطور با پیشرفت علم هنوز درمانی برای سوختگی چشم پیدا نشده. اینجا خدمتتون باید عرض بکنم که ماجرای سوختگی چشم یک آسیب فیزیکی هست، یعنی اینکه شما اگر پوست دستتون دچار سوختگی شد داروی وجود نداره که همون لحظه شما استفاده بکنید و پوستتون رو ترمیم بکنه. حتما باید یه پروسه چند روزه طی بشه تا پوست دستتون بهبود پیدا بکنه. ماجرای چشم ما هم همین. وقتی قرنیه چشم دچار سوختگی میشه، بدن ما نیاز به چندین روز زمان داره تا بتونه قرنیه رو ترمیم بکنه و در این چند روز شما احتمالاً هم به نور حساس میشید و هم باید این مقدار درد رو تحمل بکنید. پس بهترین راه برای اینکه این عوارض سراغتون نیاد اینه که موارد ایمنی رو رعایت بکنید. دوستان عزیز، برنامه امروز رو می‌خوایم به پایان ببریم. اگر تجربه ای در مورد سوختگی چشم یا همین برق زدگی دارید، لطفاً زیر همین ویدیو کامنت کنید تا بقیه دوستان هم از تجربه شما استفاده بکنن. قبل اینکه برنامه رو به پایان ببرم، ازتون خواهش میکنم که کانال پرشین هندیمن رو دنبال بفرمایید. لطفاً این ویدیو رو به دوستان خودتونم معرفی کنید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.